حمله نیروهای عراقی به شهر اشرف رو محکوم میکنیم و همونطوری که برادر گفتن اگر اشرف به ایستد جهان نیستد، مشخص شد که با ایستادگی اشرف و مقاومت اشرف و پایداری اشرف به جهانیان ثابت کرد که خون اشرفیان گره خورده با خون انقلابیون در داخل کشور. ما همینجا فریاد میزنیم مرگ بر دیکتاتور، چه اشرف چه تهران. اشرف استواره چون کوه پایداره. درود درود درود. سلام خانم. سلام، روزتون بخیر، حال شما خوبه؟ میخواستم ببینم که خبرهای شهر اشرف رو شنیدین از اخبار؟ بله بله، متاسفانه خیلی ناراحت شدیم وقتی که میبینیم حال اشرفیان عزیزمون به این صورته. میخواستم ببینم که شما خبر روز حتما دنبال میکنین و جنایت های رژیم آخوندی رو میبینین. عکس یکی از این جنایت هاست که آقای امامی، شما مسئول این جنایات رو کی میدونید؟ از خامنه ای که انتظاری نیست، این مالکی و مزدورانش که باید تو دادگاه بین المللی جواب بدن. مسئول این کار آمریکاست. آمریکایی که سلاح‌های اشرفیان عزیزمون رو گرفتن و گفتش که در مقابل این ازشون محافظت می‌کنی. ولی فکر می‌کنم سنگ هم باشه در مقابل این رویدادی که اتفاق افتاده یه تکونی بخوره. آمریکا از سنگ هم سخت‌تره. می‌خواستم ازتون بپرسم که احتمالاً شما خبرهای روز و ده روز اخیر رو مخصوصا از کانال مختلف دنبال کردید و دیدید که چه جنایتی بر اشرفیان عزیز وارد کردن و اشرفیان هلوش 7 روز هستش که در اعتصاب قضا هستن. نظر شما در مورد این اتفاقات اخیر چیه؟ این جنایتی که تو اشرف روی داده، فکر کنم تو کربلا هم این اتفاق نیفتاده. این ظلم رو به بدزانه کردن با دست خالی، همینطوری همین میبینم مشاهده میکنن چه بلاهای سرشون آوردن. مقصر اصلی که این مالکیه، این مالکی باید دادگاهی بشه و به سزای اعمالش برسه. خامنه ای که برکنار، این دیگه آخرای عمرشه که مردم همه دنیا هم اینو میدونن. فقط تنها کسی که باید محاکمه بشه این مالکیه، باید رسیدگی کنن ببینن چرا این کارا رو کرده، چرا این بچه های بدون سلاح و که هیچ چیز دست خالی اومدن فقط الله اکبر یا حسین گفتن. Kim falou?